حکومت بحرین همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین زندانی سیاسی و عقیدتی را در خود جای داده است. این وضعیت همواره مورد اعتراض و انتقاد سازمان‌ها، نهادها و مؤسسای بین‌المللی و حقوق بشری قرار گرفته و خواستار مقابله با این وضعیت شدند. سازمان عفو بین‌الملل یکی از این سازمان‌های بین‌المللی است که در جدیدترین گزارش خود یک بار دیگر نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بحرین هشدار داده است. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد. سازمان عفه بین الملل گزارش سالانه خود را درباره بحرین در سال 2022 منتشر نمود و تاکید کرد مقام های حکومت آل خلیفه به محدود کردن آزادی بیان و تجمع بازداشت زندانیان به دلیل استفاده از این حقوق و شکنجه بدرفتاری و بیتوجهی پزشکی به عنوان راهی برای انتقام ادامه می دهند. این سازمان در گزارش خود در وبسایت خود گفته که حداقل شش زندانی در طول سال مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند و به بازداشت شدگان احمد جعفر محمد احمد جابر احمد و عبد علی خیر اشاره کرد و همچنین این گزارش به نقض حق سلامت زندانیان از طریق عدم ارائه مقاقبت های پزشکی کافی در مقایسه با آنچه در دسترس جامعه است اشاره می کند. سازمان عفه بین الملل تأکید کرد مقام های زندان عمدن زندانیانی را که از نظرات خود درباره مراقبت‌های پزشکی به عنوان یک اقدام تنبیهی سخن میگفتند محروم می‌کنند. همچنین این وضعیت در مورد زندانی عقیدتی عبدالهادی الخاجه که شعارهایی در حمایت از فلسطینی ها سرداد وجود دارد و زندانی حسن عبدالله بوتی دو روز پس از تشخیص بیماری سل از بیمارستان به همراه هشت زندانی دیگر به سلول خود بازگردانده شد. این سازمان خاطر نشان کرد که وزارت کشور بحرین از ماه جوان تا پایان سال از تعیین قرار ملاقات با دندانپزشک پزشک برای حسن مشایمه از فعالان سرشناس 74 ساله خودداری کرد. او از درد شدید دندانهایش رنج میبرد و یکی از آنها را از دست داده بود و از سال 2011 به دلیل شرکت در تظاهرات گسترده در زندان به سر میبرد عفه بین ملل اشاره کرد مقامهای های بحرینی همچنین به محدود کردن تماس تلفنی زندانیان با اعضای خانواده آنها به عنوان یک اقدام تنبیهی ادامه می دهند. و ملاقات خانواده با زندانیان از آغاز همهگیری ویروس کرونا در سال 2020 ممنوع بوده است. این حکومت همچنین به مصادره نوشته های عبدالجلیل از که از سال 2011 به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود در آن سال زندانی بود ادامه داد. و در واکنش به آن وی بیش از یک سال در اعتصاب قضا باقی ماند. که به طور قابل توجهی سلامتی او را تضعیف کرده هوگا عبدالمجید اخبارشیه.